کشته هم میشید، اینجور کشته میشید، بهتره، بهتره که در دفاع از مردم خودتون از دنیا یاد بگیرید، از دنیا یاد بگیرید که چگونه با بیگانه ها مبارزه کردن، اینا رو بیرون کردن. از اروپا یاد بگیرید که وقتی اولین سپاه اسلام وارد اینجا شد اینا رو چجور بیرونشون کردن که بعد اینا اومدن به کشورهای دیگه مثل ما و جاهای دیگه حمله کردن، پرداختن. رزماوری در خون ما بوده، ولی تو این 14 قرن های شرف شد. رازش هم بهتون میگم، اینقدر سید میدار زیاد کردن، اکثر اینا اسمای آریایی هم الان گرفتن، کروات هم میزنن، فیلسوف و دانشمند و استاد دانشگاه هم خودشون رو معرفی میکنن، ولی ته دلش اون عضو حزب جدش حسینه و علی خامنه‌ای براش امامه و رهبره. همین که شما نشون دادین دختر حداد عادل و خود حداد عادل. یه نکته دیگه بگم جناب شرفشاهی، این حداد عادل که خانواده گند شیره‌ای ابله، اون زنش که میدونید دیگه، خودش افسانه داره، این یه پسری این داره به نام فریدالدین حداد عادل که خواهرش رو زن مشتبه است، خواهر زحمت بده، بله زحمتش میده. این مشتبه با خاطری خواهر، حالا بگذاریم که پدر مادر، این فرید عطار، مردم ایران، روزنامه نگارا، نویسنده ها در داخل ایران دارم میگم، تمام سانسور رادیو و تلویزیون ایران آقای شرفشاهی 15 سال از وقتی که رهبری رو مشتبه خامنه‌ای به دست گرفته، 15 ساله هر چه سانسور میشه، کتاب سانسور میشه، کسی از رادیو تلویزیون اخراج میشه، مثل اون فردوسی پور و دیگران، هر کسی دیگه، تا همه رو فریدالدین حداد عادل میکنه. حداد عادل یک بچه چلگوز شلغم بر کشور آریایی و رسانه‌هاش داره حکومت میکنه، هیچ کس هم نمیدونه، اگرم میدونن به زبون نمیارن. کافیست روی گوگل بزنید منصبها، پست های حداد عادل، میبینید که 48 شغل داره، همه شغلاش هم کنترل و سانسور آفرینی در رادیو و تلویزیون است. یعنی وزیر پذیراشون هم هیچ خری نیستن، همه این بچه جعلق بی سوادی که ننش به خاطر این رفته میلیاردها دلار در سال دارن میگیرن، یه مدرسه وا کردی اونا که قصهش همه میدونن. مردم پاشین، مردم این سرزمین سرزمین بزرگان بود است، پاشید. بله، و واقعا همین مسئله از این مبارزه لذت داره. آقای سیاوش عربستان، میدونین که من 43 سال تو این شهر دارم مبارزه میکنم، با سختی و مرارت یک روزنامه ای رو منتشر میکنم که این مبارزه منو جون میده، من حرکت میده. من یادمه اگه بخواستم راحت زندگی کنم، خب من با این آخونده میساختم دیگه. 41 سال من بازنشسته بودم، از ایران اومدم، 41 سال حقوقمو نگرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که مبارزه میکنم. اگر عکسش باشه بخوام با اینا یه دون کرشمه بکنیم و چند تا ناز بکنیم، خب پولای ما رو میدن و میگن آقا بفرما بالا، ولی به